بسیاری از مشکلاتی که برای گلها و گیاهانمون پیش میاد در اثر بیابی یا آبیاری زیاد اتفاق میافته. مثلا وقتی که به سفر میریم یا اونقدر پرمشغله هستیم که یادمون میره به گلهامون آب بدیم. اما گلها و گیاهان چه تقصیری دارن؟ در این ویدیو قصد داریم به شما شیوه هایی را آموزش بدیم که دغدغه آبیاری نداشته باشین و برای گلها و گیاهانتون هم مشکلی پیش نیاد. همینطور وقتی از سفر برمیگردیم دیگه به جای گلهای پژمرده و خوش گلهای شاداب و سرحالی رو میبینید. پس با ما همراه باشید تا با هم این شیوه های ساده و کاربردی رو یاد بگیریم. روش اول، فیتیله گذاری. توی این روش شما به یه ظرف بزرگ آب، نخ کتان و یا نخ کامبا احتیاج دارید. حالا که وسیله های لازم رو تهیه کردین، باید گلدوناتون رو دور هم جمع کنین و اون ظرف بزرگ آب رو در وسط اونها و در سطح بلندتری نسبت به گلدوناتون قرار بدین. نخ رو به حالت فیتیله‌ای در بیارین و ابتدای نخ رو توی ظرف آب و انتهای اون رو توی خاک گلدون قرار بدین. اون نخ ها میتونن آب رو توسط خودشون به گلهاتون برسونن و وقتی شما نیستین اتفاقی براشون نمیافته. روش دوم، قطره چکان. چیزایی که تو این روش بهش نیاز دارین گلتون، قطره چکان، سیخ چوبی، یه بطری کوچیک آب هستش. ابتدا در بطری رو باز میکنین و برای اینکه بتونین قطره چکان رو به سر بطری وصل کنین، درب بطری رو سوراخ میکنین و قطره چکان رو روی درب بطری نصب میکنین. روی قطره چکان علامت مثبت و منفی وجود داره که نشون میده میتونین مقدار آبی که باید ازش خارج بشه و برای گیاهتون مناسب رو تنظیم کنین. توی بطری به میزان لازم آب میریزین و درب اون رو میبندین. و حالا میریم سراغ سیخای چوبی و اونا رو به حالت مربع توی خاک قرار میدین تا بطری رو بتونین به این شکل در وسط اونا بذارین. روش سوم، تراریوم. گلتون رو بر میدینین و اونو داخل یه پلاستیک نسبتاً بزرگتر قرار میدین. بعد این سیخای چوبی رو چهار طرفش میذارین تا پلاستیک از گیاه کمی فاصله داشته باشه. حالا روی برگا و سطح خاک رو کمی آب اسپری میکنین و در آخر پلاستیک رو یه گره شل میزنین. ما سعی کردیم توی این ویدیو راحت ترین و کاربردی ترین همینطور کم هزینه ترین روش ها رو براتون اجرا کنیم. اما وسیله های دیگه هم توی بازار موجود هستن که میتونن به آبیاری در سفر بهتون کمک کنن. ممنون که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردین.